شما چی فکر میکنین آیا شانس فکر میکنین که علی خامنه خودش برای رسیدن به چیزی که الان هست انتخابات 1400 به این شکلی که داره برگزار میشه چه کرده چقدر این محصول فکر خودشه چقدر او هم بخشی از این ماجراست و او هم مهره است در این بازی انتخابات 1400 معلفه های متفاوتی داره و بخش از اونها در واقع مجموعه اون مطالبات, مطالبات و خواسته هایی که حاکمیت برای این انتخابات در نظر داره متنوع و گاهن متضاد هستند شما اشاره کردید به این گفته علی خامنه‌ای که به دنبال یک دولت جوان انقلابی هست در همین دوره جوانهای انقلابی که مد نظر علی خامنه‌ای است آمدند برای اینکه در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت اونها احراز نشد این نشون میده که یک بخشی از مسئله بر سر شعارها و همون گفتمان ایدئولوژیکی است که علی خامنه از زمانی که رهبری رو کسب کرده تا امروز مدام اونها رو هر ازگاهی دستی به سر میکشه و اون گرد و غبار و کهنگی رو از اون برمی داره تبدیلش میکنه به یک مفهوم جدید و ادامه میده اما از طرف دیگه مسئله این هست که این چهار سال و به ویژه این 8 سال آینده 8 سالی هستند که در اونها ممکنه که عمر علی خامنه ای به پایان برسه و شرایط برای انتخاب رهبری آغاز بشه اگر که خاطر اون باشه چند سال گذشته یک بار علی جنتی صحبتی کرد و احمد جنتی از کنم احمد جنتی صحبتی کرد درباره یک کارگروهی که در مجلس خبرگان تشکیل شده برای انتخاب مستاقهای رهبری در اون زمان اعلام شد که چندین نفر از چهره های مهم نظام در حال بررسی هستند برای اینکه این, این مستاق معرفی بشن هم به علی خامنه ای و هم آماده بشن برای معرفی به مجلس خبرگان در صورت انتخاب برای دوران بعدی اما در همین چند سال ما دیدیم که خیلی از اون چهره هایی که تحلیلگران و ناظران معتقد بودند که شانسی برای رهبری دارند به چش به اشکال مختلفی از رده خارج شدن همطور برای مثال آملی لاریجانی که یکی از چهرهایی بود که برای رهبری مد نظر بود با این فشارها و با این در واقع کارزاری که بخش مهمی از حاکمیت بر را انداخت برای مسئله افشای فسادها و دوزیهای بزرگ او عملا از صحنه خارج شد بنابراین یکی از مهمترین ملاحظاتی که نه فقط علی خامنه ای داره بلکه کلیت اون تشکیلات دفتر رهبری و اون نیروهای همطوری که خانم خامنه‌ای گفتم اون هسته سخت قدرت که صرفاً به علی خامنه‌ای ختم نمیشه اون ملاحظات به این شکست که آمادگی این رو نداره که حتی ریسک بکنه در یک انتخابات نمایشی این دو کفه ترازو رو در مقابل هم بذاره یک کفه کسب مشروعیت برای این جمهوری اسلامی که همیشه دنبال اون بوده یعنی در همه انتخابات ها هدف اول این بوده که در واقع تعداد آرا رو بالا ببره برای اینکه امثال ظریف بتونن بیان در مجامع بین‌المللی و بگن که ما اگر مردم رو می‌کشتیم درصد نمی به بهش رای بدن این یک سمت تراز و سمت دیگر این هستش که آمادگی این رو ندارن که حتی نزدیکترین نیروها به حلقه سخت قدرت وارد یک در واقع مبارزه انتخاباتی بشن که احتمال پیروزیشون وجود داشته باشه و در نتیجه شرایط برای انتخاب بی درد سر و راحت رهبر آینده که در شرایط فعلی از نظر بنده احتمال تقریبا نزدیک به یقین ابراهیم رئیسی است در واقع بتونه با تلاطم سیاسی همراه باشه